دیوتی ایرانی رو شنیدی؟ نه. خب اگه نشنیدی که خب تعجبی نداره، چون که خودم به صورت اتفاقی باش آشنا شدم. اگه میخوای در مورد این بازی بیشتر بدونی، این ویدیو رو باید تا آخر نگاه کنی. پس به اپیزود جدید بازی مونم خوش اومدی. دیروز بود که داشتم برای پیدا کردن یه ایده ویدیو اینترنت رو بالا و پایین میکردم. یه وقتی پیدا کردن موضوع جدید برای ساخت ویدیو واقعا سخته. لعنتی ایده نمیاد. هرچی هم بیشتر فکر میکنی و بیشتر فشار میاری، هیچی به هیچی. دیروزم از قضا یکی از همین روزا بود، حسابی کلافه شده بودم که یهو با این مقاله وبسایت پی سی گیمر مواجه شدم. کال آف دیوتی ایرانی که موضوعش هم در مورد نابود کردن آمریکا و متحدانشه. خیلی جالب بود برام که چطور من اسم این بازی رو تا حالا نشنیدم، و از اون جالبتر برام پوستر این بازی بود که اون شخصیت اصلیش شبیه مهدی پاکدله. حالا نمیدونم مهدی پاکدل توی این بازی حضور داره یا نه، اما این شخصیت چهرهش بدون شک از مهدی پاکدل الهام گرفته شده. البته من بعید میدونم که آقای پاکدل توی این بازی حضور داشته باشه. ایران دیگه، کسی هم که کپی رایت رو رعایت نمیکنه. این بازی توسط استدیوی کوسر 3D در حال توسعه است. گویا این استدیو یه تیم انیمیشن سازیه که قبل‌تر از این هم یه انیمیشن به اسم جنگ در خلیج فارس 2 رو ساخته، که اون انیمیشن هم خب من تا حالا اسمش رو نشنیدم. حالا اگه شما شنیدید حتما برام تو کامنت‌ها بنویسید. آقا مقاله رو تونتون خوندم. در کل یه جبهه‌ای بر علیه بازی گرفته بود که برای خود من خیلی جذابه، چون یادم حدود یه سال پیش خودم بر علیه یه بازی که توش ایرانی کشی میشد جبهه گرفتم، و اصلا یه حاشیه‌ای برام ایجاد شد از طرف دوستان محتواساز که ای بابا این امول بازیات چیه؟ مگه کسی بازی رو جدی میگیره؟ تو را چه به گیم زدم؟ برو ظرفاتو بشور و کلی چرت و پرت حاشیه‌ای دیگه. آقایون علما که من اسمتونم نمیارم، بفرما دیدی بازی فقط بازی نیست، بازی یه رسانه جریان سازه. حالا اگه شما سواد فهمیدنشو ندارید، خب مشکل شماست. خیلی در مورد این بازی کنجکاو شدم که اصلا ببینم این بازی چیه. اسم بازی ریونج. ریونج به زبان شین فارسی یعنی انتقام. سری دست به کار شدم و توی یوتیوب شروع به سرچ کردن کردم تا ببینم اصلا تریلری گیم پلی از این بازی میتونم پیدا کنم یا نه. خب چیز زیادی رو پیدا نتونستم بکنم، چون اولا که اسم ریونج خیلی عمومیه و وقتی سرچش میکنی کلی ویدیو خارجی یوتیوب بهت ساجست میکنه که کوچکترین ارتباطی هم با این بازی که در حال ساخته نداره. داشتم امیدم از دست میدادم که یهو ایده ای به ذهن رسید که اصلا از کلام شین فارسی استفاده کنم و کلمه انتقام رو سرچ کنم. چند تا ویدیوی اولی که ساجز شد انتقام اولین بازی فیلمی ایرانی بود. خدا رو شکر که بازی سازهای ما از این دوره عبور کردن و ساخت بازی های این سبکی تموم شد. آخه این چه زباله‌ایه که شما به اسم بازی به گیمرهای بدبخت میدادید. بگذاریم، از قدیم گفتن جوینده یابنده است. بالاخره موفق شدم تریلر بازی رو پیدا کنم. البته اینا انیمیشن های سی جی هستن و از اونجایی که تیم کوثر 3D یه تیم انیمیشن سازی هم هست، این انیمیشن های خوب آنچنان هم نباید دور از انتظار باشه. دروغ هم نمیگم، با اینکه زیاد به بازی های شوتر علاقه ندارم، اما این تریلر به قدری خوب بود که تصمیم گرفتم برام ببینم اصلا این بازی دقیقاً چی و کی قراره بیاد. برای دریافت اطلاعات بیشتر اسم سازنده بازی یعنی کوثر 3D رو توی اینترنت سرچ کردم. سایتش بالا اومد. نکته جالب اینه که اسم سایت سازنده بازی آکادمی کوثر 3D. گویا یه سری جوان هستن که دور هم جمع شدن بازی میسازن. خب توی سایت نتونستم اطلاعات بیشتری در مورد بازی پیدا کنم، از جمله ریاکشنی که شبکه خبری RTC که مال کشور روسیه هست به این بازی داشته. In other news, an Iranian animation studio is set to release an action video game playing out confrontations between NATO and an imagined Iran-Russian alliance. Iran's Call of Duty is set to amaze users with top-notch graphics and realistic scenarios. ای کسانی که نمیدونن شبکه RTC توی روسیه مثل شبکه خبر توی ایران میمونه.
این شبکه به این بازی واکنش نشون داده و واکنشش هم خب مثبت بوده. حالا اینکه اصلا سایت RTC که یه شبکه خبریه که معمولا هم اخبار سیاسی رو پوشش میده صلاحیت نظر دادن در مورد یه بازی که هنوز ریلیز نشده رو داره یا نه رو نمیدونم، اما همین که این رسانه بزرگ توی سطح دنیا هم که خیلی شناخته شده هست به این بازی واکنش نشون داده، بدون شک یه دستاورد مهم برای سازنده های این بازی محسوب میشه. البته خدایش هم آدم بگه این واکنش به موضوع بازی هم همچین بی ارتباط نیست و من شک ندارم که موضوع این بازی یه چیز دیگه بوده، خیلی بعید بود که RTC بهش واکنش نشون بده. اما اصلا این بازی چی هست و اصلا قراره کی بیاد؟ والا تو سایتش که هیچی ننوشته، یعنی نه پلتفرمی برای این بازی تعیین شده و نه یه تاریخ عرضه، اما معمولا یعنی 99% به بالا بازی هایی که به این شکل داخل ایران ساخته میشن برای PC عرضه میشن. نکته جالب تر اینه که توی تمامی تریلر هایی که توی وبسایت این استدیو هم بارگذاری شده کوچکترین گیم پلی از این بازی به نمایش در نیومده و هر چی نشون دادن فقط یک سری تصاویر از پیش رندر شده بود که خب حالا درسته که به نظر با کیفیت میان، اما تا وقتی که یه تریلر درست درمون ازش نمایش در نیاد واقعا نمیشه نظر خاصی در مورد کیفیت این بازی داد. حالا نکته خیلی جالب تری که در مورد این بازی دیدم اینه که تیم سازنده در راستای دیولپ بازی یه مینی سریال هم داره براش میسازه که این مینی سریال به صورت اپیزود ریلیز میشه که شما باید بخریدش، یعنی رایگان نیست که این در نوبه خودش خیلی جالب. بذارین یه نکته رو همینجا بهتون بگم. الان احتمالاً یه عده ممکنه بگن که سازنده های این بازی به یه ستاد یا ارگان خاصی وصل هستن یا دارن این بازی رو به سفارش جایی میسازن. اینکه اینجوری هست یا نه رو خب من واقعا نمیتونم و قطعا هم نمیتونم بگم آره یا نه، ولی اگه بخوام صادقانه بگم خیلی بعید میدونم. به نظر من یه تیم کوچیک پشت ساختن این بازیه، به طور مثال همین فروش مینی سریال بازی. من شک ندارم تیم میخواد با این کار یک سری از هزینه های بازی رو کاور کنه. اگه اونا اسپانسر قوی داشته باشن خب خیلی بعید میدونم نیاز باشه که اصلا همچین کاری رو انجام بدن. در کل چیزی که من میخوام بگم اینه، پیش‌داوری رو بذاریم کنار و اگه قرار بازی رو نقد کنیم، نقد سالم به کیفیت بازی بکنیم، چیزی که خب هنوز مشخص هم نیست. نظر شما در مورد این بازی چیه؟ کسی از شما بوده که قبل از دیدن این ویدیو در مورد این بازی شنیده باشه یا تبلیغش رو دیده باشه؟ خود من که خیلی اتفاقی با این بازی آشنا شدم. حتما نظرتون رو در مورد این بازی برام تو کامنت‌ها بنویسین و اگه هم ویدیو رو تا اینجا دیدی، آقا لایک رو بزن تا الگوریتم یوتیوب ما رو شوت کنه اون بالا ماله ها. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار. My vengeance ends now.